وزارت صنعت، معدن و تجارت رژیم صدور 52 قلم کالا را ممنوع اعلام کرد. ظاهراً این اقدامی است برای کنترل گرانی و تأمین مواد اساسی مردم و کارخانه‌های تولیدی. اما صداهای مخالف در درون رژیم دست روی نکات دیگری گذاشته‌اند. جنس تولید کردیم، فرستادیم تو مرزا، ممنوع کردن. جنس فروختیم، ما قرارداد خارجی داریم. من اینکه خیلی کار راحتیه که ما بیایم در تجارت رو ببندیم، اصلا در صادرات رو ببندیم، داخل خیلی ارزون میشه. این خیلی خوبه. اصلا ارز نیاریم تو مملکت، خیلی ارزون میشه. نصف میشه قیمتا. این که منطق نیست. مگر رژیم مخالف ارزآوری بخش تجاری خودش است؟ مشکل چیست؟ موضوع بعد اینه که قیمت گذاری این ماده اولیه که حالا پتروشیمیست یا فلزات هست و به اصطلاح در بورس کالا انجام میشه، نباید با عرض 3500 تومان 3600 تومان باشه. این پذیرفتنی نیست. دولت از صادرکنندگان پتروشیمی خواسته بود تا عرض حاصل صادرات را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند، اما چون صادرکنندگان پتروشیمی این کار را انجام نداده اند، در عوض دولت با ممنوعیت صادرات آنها را تحت فشار گذاشته است. صادرات اقلام پتروشیمی سالیانه بالغ بر 20 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است. نتیجه این گروگانگیری از صادرکنندگان برای حل مشکل ارزی رژیم دودش به چشم چه کسانی می رود؟ ولی وقتی که توی دولت از دو تا وزارتخونه یا از دو قسمت یه وزارتخونه یا از هیئت وزیران و یه وزارتخونه دو تا چیز مبهمی میاد که به هم دیگه رو نقض میکنن یا به هم دیگه مقداری مشکل ایجاد میکنن، دیگه تکلیف مردم معلومه. از اون گذشته من میخوام به این اشاره بکنم که طبق نص صریح قانون 4 و 5 توسعه اصلا دولت اجازه نداره که بیاد صادرات ممنوع کنه به هیچ دلیلی. حالا آقایون میفهمن که قبال ما فردا اینو اصلاح میکنیم، میگیم خب اصلاح کردن این موجب خواهد شد خیلی از مراکز صادراتی و کارخانجات تولیدی مرتبط با صادرات دوچار گرفتاری و وقفه بشن. جواب اینا رو که خواهد داد؟ نتیجه سیاست‌های چپاولگرانه رژیم فرار سیلاسای سرمایه‌ها به خارج است که حاصل آن اضافه شدن به ارتش بیکاران است.